درود بسیار به بینندگان عزیز آن سوی خبر از تلویزیون ایران فردا. یه نکته رو بهتون بگم، خیلی سخته. آدم برنامه قلم فرسایان رو داره نگاه میکنه، با شاملوی فرزانه سیر میکنه، این برنامه بسیار زیبا، و بعد صداش میزنن که موقع آن سوی خبره. اب نداره، یعنی قطار عشق رو باید ازش پیاده شد، سوار قطار سیاست شد و اومد حرفای آقای رسول سنایی راد رو گوش کرد، معاون سیاسی سپاه پاسداران، که فرمودن بخش فنی و حقوقی تیم مذاکره کننده هسته‌ای باید تقویت شد. یعنی لابد دوتا از آقایون توش باشن. آقای سنایی راد، تیمسار، سردار، سرتیپ، از کلیت تفاهم نامه ژنو و عملکرد تیم مذاکره کننده دفاع کرد، اما در این حال خواستار اجازه نقد موادی از این تفاهم نامه شد و کلامی از مادر عروس، یکی از لاریجانی ها، یکی در مجلس تایید می کند، یکی در قوه قضایی تفسیر، و سومی بینابین محمد جواد دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی میگه تفاهم نامه ژنو مورد پذیرش هیچ نهادی در جمهوری اسلامی نیست. عجب. رهبر جمهوری اسلامی پیروز فرمودن که پذیرفتن، برای اینکه رو ناچاری باید با شیطان هم گفتگو کرد، و بعد گفتن دولت نیست تعهدی برای پایبندی به این سند ندارد. آقای لاریجانی در گفتگو با خبرگزاری سپاه فارس گفتن از آنجا که آمریکا و غرب با وضع تحریم‌های جدید این تفاهم نامه را نقض کردند، جمهوری اسلامی هم تعهدی به اجرای آن ندارد. باز هم عجب. آقای محمد جواد ظریف گفته بودند آن تحریم ها در اصل قرارداد و توافق نامه اشکالی ایجاد نمی کنند. اظهارات آقای لاریجانی تنها ساعتی پس از اعلام توافق ایران و غرب بر سر زمان و چگونگی اجرای مفاد سند ژنو منتشر شد، و دیدیم که آقای عراقچی هم تایید کردند که سند ژنو اجرا خواهد شد. خانم اشتون هم به ایران میاد، وزیر خارجه ایتالیا آمد. خب حالا نوبت خانم اشتون است، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیر خارجه اروپا. ایشان از سفر قریب الوقوع خود به ایران خبر داد. رویتر میگه خانم اشتون در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با شیخ صباح خالد الحمد صباح، وزیر امور خارجه کویت و نایب نخست وزیر، گفته که قصد دارد در هفته های آینده از جمهوری اسلامی ایران دیدن کنه با حجاب کامل. سفر خانم اشتون به کویت در حالی صورت میگیرد که رسانه های خبری اخیرا گزارش داده بودند کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اروپا، در هفته جاری از چند کشور حاشیه خلیج فارس از جمله امارات و کویت دیدار خواهد کرد. پرزیدنت دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد. چه چیزهایی در ایران درست میکنه؟ خیلی جالبه. ایسنا خبر داده که آقای روحانی در جلسه این شورا گفتن دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، یعنی 20 نفر، یعنی 20 تا چند میلیون حقوق، یعنی 40 تا مشاور، مکلف به پیگیری و انجام مطالعات دقیق در زمینه شبکه ملی اطلاعات است. روحانی در این جلسه خواستار ایجاد و بنیانگذاری شبکه ملی اطلاعات و بومی سازی فناوری اینترنت در ایران شده است. روح داریوش همایون در علو اعلی، چه واژگان زیبایی در عرصه اینترنت و چه مفاهیم معادلی درست میکنه. مقام های جمهوری اسلامی سال هاست امید دارن با راه اندازی شبکه اینترنت ملی، بخوانید اسلامی، بتوانند تمام فعالیت های کاربران رو کنترل کنند. آنچه ملی زیباست، آنچه اسلامی آن هم به روایت ولایتی حتما زیبا نیست. با وجود اعمال محدودیت‌های گسترده اینترنتی برای کاربران ایرانی، تا کنون موفق نشدند ارتباط و حضور کاربران در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را قطع کنند. چرا؟ که جوان ایرانی، کاربر ایرانی، راه‌های دور زدن و عبور از فیلتر رو بسیار خوب بلد. میدونی راه ظریف کجاست؟ از لبنان.
میدونید با کی ملاقات کرده؟ با حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله و مردی که در جنایات رژیم بشار اسد نقش ویژه‌ای دارد. خبرگزاری تسنیم در خبری کوتاه گفته ظریف با سید حسن نصرالله دیدار کرد. میدونید نصرالله در زیر زمین زندگی میکنه، آقای ظریف رو هم حتما به زیر زمین برد. اشاره هم در گزارش به جزئیات نشده، نبایدم بشه. آقای ظریف با عدنان منصور وزیر خارجه لبنان که باز یکی از عناصر وابسته به عمل و حزب الله است دیدار کرد و گفت خواستار همکاری با تیم اعزامی وزارت دادگستری ایران برای پیگیری اقدام تروریستی انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت شد. نکته جالبی رو براتون بگم، بسیاری از اعمال تروریستی در لبنان یا مستقیما توسط عناصر سپاه پاسداران و یا به دست حزب الله یا آدم‌های مثل احمد جبریل انجام گرفت، از جمله قتل رفیق حریری، از جمله انفجار سفارت آمریکا، مقر تفنگداران، انفجار مقر نظامیان فرانسوی، همه و همه. و هیچ گفت جمهوری اسلامی نگران نبود. یک بار که جلوی سفارتش بمب منفجر شده، حالا آسمان به زمین آمده است. یک عمر میزنند و میکشند و میبرند و کسی نباید به کار آنها اعتراض کند. آقای ظریف پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه به مسکو می رود. البته گفته می شود شاید دیدار محرمانه ای هم با اسد داشته باشه. مهدی صناعی سفیر ایران در مسکو روز دوشنبه گفت محور مذاکرات رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با مقام های ارشد روسیه بررسی تحولات سوریه و مذاکرات اتمی تهران با گروه پنج به علاوه یک خواهد بود. آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته ایران رو بررسی خواهیم کرد. در یک گزارش خبری در این حال باید بگم باراک اوباما ضمن دفاع از ادامه مذاکرات هسته با ایران بار دیگر از کنگره خواست که از وضع تحریم‌های تازه خودداری کنند. این در حالی است که رهبران اکثریت سنا از رأی گیری درباره تحریم‌های جدید علیه ایران جلوگیری کرد. و در تحولی دیگر سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای گام نخست برنامه‌های مشترک 25 دی ماه به تهران سفر می‌کنند. به گزارش ما توجه فرمایید. رهبر دموکرات اکثریت سنای آمریکا در پی تهدید رئیس جمهور این کشور برای وتوی طرح تحریم‌های ایران از رأی‌گیری درباره آن در سنا جلوگیری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هری رید، سناتور دموکرات آمریکا، پس از درخواست باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور از سنا برای خودداری از تصویب این طرح، از به رأی گذاشتن آن خودداری کرده است. این در حالی است که شماری از سناتورهای آمریکا از طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران که ماه گذشته از سوی رابرت منندنز، سناتور دموکرات، و مارک کریکس، سناتور جمهوری‌خواه مطرح شد، حمایت کردند. حامیان این طرح در سنای آمریکا ابتدا 26 تن بودند، اما اکنون 59 سناتور حمایت آشکار خود را از آن اعلام کردند. هدف این طرح جدید قطع کامل صادرات نفت ایران در مدت 2 سال و قرار دادن صنایع معدنی، بخش مهندسی و ساخت و ساز این کشور است. در این حال اختیارات دولت آمریکا در کاهش تحریم‌ها علیه تهران را نیز محدود می‌کند. در این طرح همچنین خواسته شده است در صورت تصمیم تل‌آویو برای حمله به تأسیسات برنامه انرژی هسته‌ای ایران، دولت آمریکا باید از اسرائیل حمایت دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی کند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه بار دیگر به کنگره این کشور درباره تلاش برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران هشدار داد و گفت صلح و دیپلماسی را ترجیح می‌دهد. در همین حال یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفت قدرت‌های جهانی و ایران به احتمال زیاد مذاکرات هسته‌ای را در ماه فوریه از سر می‌گیرند. از سوی دیگر مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کردند به موجب توافق هسته‌ای زمانی که ایران تعهداتش را اجرایی کند، گروه پنج به علاوه یک نیز از شدت بخشی از تحریم‌ها خواهد کاست. بر اساس این گزارش، ایران از 30 دی ماه برای اولین بار در 10 سال گذشته پیشرفت برنامه اتمی خود و فعالیت‌های کلیدی در این زمینه را متوقف می‌کند.
ایران همچنین گام‌هایی در جهت متوقف کردن غنی‌سازی 20% برمی‌دارد و راه را برای انجام بازرسی‌های هسته‌ای باز می‌کند. بر این اساس همچنین بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران نیز از روز اول اجرایی شدن توافق ژنو آزاد خواهد شد و مابقی آن در طول 6 ماه در دسترس ایران قرار خواهد گرفت. در تحولی دیگر سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای گام نخست برنامه مشترک 28 دی ماه سال جاری به تهران سفر خواهند کرد. و در رویدادی دیگر دفتر کاترین اشتون سرپرست روابط خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد از آغاز هفته آینده 28 عضو آن اتحادیه اقدامات تحریمی خود علیه ایران را به مدت 6 ماه به حالت تعلیق در می آورند. این تسهیلات پیرو توافقی صورت می گیرد که در روزهای پایانی هفته پیش میان نمایندگان ایران با اتحادیه اروپا حاصل شد. برداشته شدن برخی از تحریم‌ها به حوزه بازرگانی، معاملات نفت، طلا و سایر فلزات قیمتی مربوط می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده است رفع نسبی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران واکنشی به همکاری ایران با جامعه بین‌المللی است. روز یکشنبه ایران اعلام کرد که از 3 دی ماه توافق هسته‌ای با گروه 5+1 اجرایی خواهد شد. بر اساس توافق یاد شده، تحریم‌های پتروشیمی و خودروسازی از اول بهمن ماه لغو خواهد شد، بخش‌هایی که سهم بسیار چشمگیری در کل بازار بورس تهران دارند. گاهی اوقات وقتی آدم از حافظش استفاده می‌گیره اشتباه می‌کنه. بنده گفتم قرار است بازرسان 25 دی ماه به تهران بیان. 3 روز کوتاه اومدم، 28 خواهند اومد. به هر حال در این بابت بنده رو میبخشید پیش میاد دیگه، باید مراقب بود. حضورتون عرض کنم که برای مصری ها دیروز و امروز روزهای بسیار مهمی است، روزهای تاریخی. مصری ها دارن سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن، مصری ها دارن اسلام سیاسی رو که بر کشورشون حاکم شده بود با تایید قانون اساسی جدید کنار میگذنه. در سایه تدابیر شدید امنیتی و تحریم جماعت اخوان المسلمین، سلفی ها هستن و را دعید کردن برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی پای صندوق های رای رفتن. 52 میلیون مصری واجد شرایط رای گیری هستن. در رای گیری قبلی برای قانون اساسی تعداد بسیار کمی شرکت کردن. مراکز رای گیری از ساعت 9 صبح به وقت محلی به روی رای دهندگان باز شد، در ساعت 9 شب بسته می شود، چونان که دیروز آمادگی های بسیاری رو در همه جا نگاه می کردیم. ارتش مستقر شده بود نیروهای امنیتی برای که امروز آماده باشن. امروز و فردا 2 روز تاریخی برای مصری ها. امکان تمدید زمان رای گیری نیز وجود داره. یک منبع نظامی مصر گفت که نیروهای ویژه ارتش و پلیس مراکز رأی‌گیری را تحویل گرفته و تأمین امنیت داخل و خارج آغاز شده. محمد ابراهیم وزیر کشور مصر که زمان آقای مرسی هم وزیر کشور بود تهدید کرد که با هر کسی که مانع فرایند برگزاری همه پرسی شود به شدت برخورد می شود. جماعت اخوان المسلمین و هواداران محمد مرسی نیز بیکار ننشستند، خواستار تحریم همه پرسی شدند. اما آنطوری که از روزهای قبل پیدا بود این خواسته اخوان چندان باستابی بین مردم نداشت، بنابراین دست به خرابکاری زدن، دست به آشوب زدن. 2 روز این همه پرسی انجام میشه، نخستین آزمون دولت موقته که مورد مت ارتشه و به محض تایید نتایج این همه پرسی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اواسط سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. همزمان با برگزاری انفجار بمب ساختمان یک دادگاه را در قاهره لرزاند. منابع پلیس گفتند انفجار این بمب دستساز و کوچک به نمای خارجی ساختمان خسارت وارد کرده، اما گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است. نکته جالبی که براتون بگم، در میان تلویزیون‌های عربی این الجزیره است که انگار نه انگار در مصر میلیون‌ها انسان رفتن و رأی میدن، فقط تمرکزش روی اون مجموعه های کوچک اخوان المسلمین آشوبگرن. شگفتا قطر پا بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه با تمام وجود نه فقط از اخوان المسلمین
بلکه از سلفی ها و تندروهای اسلامی در سوریه و جاهای دیگه حمایت میکنه. خدا یا زیر معما پرده بردار. کشوری که با اسرائیل رابطه نزدیک داره و جمهوری اسلامی قربان صدقش میره. خیلی عجیبه. در خبر دیگری که از عربستان شنیدیم، رویتر نقل کرده بود، دو دیپلمات آلمانی روز دوشنبه در منطقه شرقی عربستان سعود، منطقه شیعه نشین، مورد حمله قرار گرفتن. اتومبیلشون به آتش کشیده شد ولی جان سالم با کمک مردم به در بردن. افراد ناشناسی خودرو رو بهش تیراندازی کردن و بعد آتش زدن. دو سرنشین آلمانی که هر دو دارای عنوان دیپلمات هستن نجات پیدا کردن. یک سخنگوی پلیس گفته دستگاه زیرب در حال تحقیق و بررسی درباره این حمله در شهرک العوامیه هستند. العوامیه یکی از پایگاه‌های شیعه است. بسیاری از فرزندان این شهر در قم و در جمهوری اسلامی علاوه بر آموزش دینی، راه‌های ساختن بمب‌های دستی، مواد منفجره و کشتن رو فرا گرفتند. چنان که بچه‌های شیعه بحرین، لبنان، عراق و دیگر افغانستان و دیگر کشورها. انفجارهای بزرگی در مناطق مختلف بغداد در طول 24 ساعت گذشته به کشته شدن 21 نفر و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر منجر شد. رویتر گزارش داده چندین خودروی بمب گذاری شده در بغداد دست کم 21 نفر رو به قتل رسوند. یکی از این انفجارها در منطقه اشعب بود در شرق بغداد که 11 کشته و 28 زخمی به جا گذاشت. انفجار خودروی دیگر در منطقه اعظمیه بود، منطقه تجارتی بغداد، 10 کشته و زخمی به جا گذاشت. یک منبع امنیتی گفت که یک خودروی بمبگذاری شده در منطقه اعظمیه بغداد انفجار مهیبی بود، مردم رو تکون داد و در پی آن 2 نفر کشته و 8 نفر زخمی شد. آقای المالکی مدعی است که با تروریست‌ها می‌جنگه. در نشست خبری با دبیرکل سازمان ملل ضمن مخالفت با هر گونه گفتگویی با القاعده از ارائه پیشنهادی به بان کی مون درباره موضع‌گیری کشورهای حامی تروریسم خبر داد. کدام کشورهای حامی تروریست هستند؟ اولینش جمهوری اسلامی و طبیعتاً کشورهای دیگه هم هستند. ولی جمهوری اسلامی از روز اول تروریست‌ها رو به عنوان نیروهای آزادی بخش حمایت کرد. نوری المالکی در نشست خبری با دبیرکل سازمان ملل گفت حوادث الانبار عراقی ها را در جنگ علیه القاعده متحد کرد. نه همه عراقی ها را، چون نیروهایی که به اونجا رفتن نیروهای آقای مالکی هستند، نه نیروهای همه مردم عراق. آقای مالکی تاکید کرد ما پیشنهادی را مطرح کردیم که سازمان ملل بر ضد کشورهای حامی تروریسم موضع گیری کند و بان کی مون به ما وعده داد که هنگام بازگشت به نیویورک موضوع را بررسی کند. مالکی گفت عراق در نشستی که در کویت درباره همه پرسی از ملت سوریه می شود مشارکت خواهد کرد. آقای دکتر عیاد علاوی نخست وزیر سابق عراق و رهبر گروه العراقیه نیز گفت سفر آقای بان کی مون ثمری نداشت، آمد و گوش کرد و گفت و رفت بیان که از این سفر تأثیری بر اوضاع عراق مشاهده شود. همچنان در استان علمبار درگیری است. شهرهای رمادی و فلوجه با تروریست های داعش می جنگند. گزارشی داریم درباره نشست وزرای خارجه کشورهای عرب، فرانسه، روسیه و آمریکا در پاریس از همکار عزیزمون آقای محمد رضا شاهید که ملاحظه میکنیم. روز گذشته آقای جان کری به طور جداگانه و آقای لاوروف باز هم به طور جداگانه با آقای لوران فابیوز وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفتگو داشتن و سپس هر دو آقایان کری و لاوروف در سفارت امریکا در پاریس با هم ملاقاتی داشتن و هدیه مشهور سیب زمینی که به اون هم خواهیم پرداخت. اما به قول آقای فابیوز این گرد همایی ها که برای مسئله سوریه هست، ژنو دو، نشست ژنو دو چرا تشکیل میشه؟ آقای فابیوس میگوید که در وضعیت کنونی
سوریه جنگ بی تصویر رو میگذراند، به این دلیل که روزنامه نگاران رو یا میکشند یا به گروگان میگیرند. در نتیجه افکار عمومی جدا از کشته شدن 130 هزار بیگناه دانسته های زیادی رو نمیدونه و آنچه که در مد نظر هست در ژنو دو که اتفاقا ابتدا در شهر مونترو و بعد در ژنو ادامه پیدا خواهد کرد، موضوع بحث و آماده سازی برای اون هستند. آقای لاوروف میگوید که ایران و عربستان باید در این نشست حاضر باشند. البته دعوتنامه رو آقای بانکیمون فرستاده با مفاد خود این گردهمایی، اما آقای اخضر براهمی نماینده ویژه سازمان ملل از عربستان دعوت کرده اما از ایران دعوت نکرده. و اما مسئله ایران که میدونیم آقای جواد ظریف روز چهارشنبه در مسکو هم با آقای پوتین و هم با آقای لاوروف ملاقات خواهد کرد. و اما موضوع ایران چه هست؟ جمهوری اسلامی ایران مایل هست که در این گفتگوها شرکت بکنه. البته آقای جان کری گفته اگر ایران میخواهد به این مذاکرات بیاید باید بدوند که دستور کار چیست؟ حکومت انتقالی و رفتن بشار اسد. هم عربستان این رو باید بپذیره و هم جمهوری اسلامی ایران. اما پنهان قضیه چیست؟ مسئله تبادل زندانیان خواهید گفت بین تروریست‌ها و افراطی‌ها از یک سو و آقای بشار اسد کدام تعویض زندانی؟ پاسخ سپاه پاسداران و دستگیری چند ژنرال که تا این لحظه سعی کردن هر دو طرف در مورد اون ساکت باشند. و اما موضوع دوم، موضوع دیدار در سفارت امریکا در پاریس، دیدار آقایان لاوروف و جان کری و تفسیرهایی که به طنز و جدی شنیدیم در مورد اهدای سیب زمینی. میدونید که مسکو و واشنگتن مشکلاتی داشتن به خاطر مسئله پناهندگی اسنودن و آنچه که باید نمی گفت و گفت و یا آنچه که باید گفت و نمیدونیم گفته یا نه. رابطه مسکو و واشنگتن الان خوبه. آقای جان کری میگوید که در پایان سال مسیح 2013 آقای لاوروف به او گفته بود که او بسیار علاقمند به سیب زمینی های اوهایو هست برای اینکه از اون میشود ودکا های خوبی ساخت. آقای جان کری به عنوان هدیه یک جعبه سیب زمینی به آقای لاوروف داد و آقای لاوروف هم به تلافی کلاهای شاپکار رو به آقای جان کری هدیه داد. به هر حال برگردیم به موضوع نشست ژنو 22 ژانویه. جمهوری اسلامی ایران یک انتخاب بیشتر نداره، همونطور که گفتم پذیرش موضوع نشست. اما آقای علی آهنی چندی پیش گفته بود که ما قبل از اینکه جانبدار آقای بشار اسد باشیم یا نه گوش به خواسته مردم سوریه میدهیم و نه به رسانه‌های غربی و غیره. در نتیجه باید این رو پرسید که در این میان چه کسانی صمیمی هستند، چه کسانی راست میگویند و انتخاب جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی چه خواهد بود. پاریس، تلویزیون ایران فردا. خب گزارش شاهید رو شنیدید. میدونید که نشست ژنو دو در 22 ژانویه در شهر مونترو سوئیس آغاز به کار قرار بود ژنو باشه. هتل های ژنو پر بود. مشارکت ایران در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو دو همچنان مشروط مانده و قطعی نیست. جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که ایران در صورتی میتواند در کنفرانس یاد شده حضور یابد که طرح تشکیل دولت موقت یعنی ژنو یک را بپذیرد. در همین راستا محمد جواد ظریف که به بیروت سفر کرده بود گفت کسانی که مانع از شرکت ایران در ژنو دو شوند از کار خود پشیمان می شوند. یعنی چی؟ یعنی ما بیشتر نیرو می فرستیم، بیشتر پول می فرستیم، بیشتر تروریست می فرستیم تا رژیم بشار رو حمایت کنیم. آقای محمود جاوید اکرمی در منزل خود در شهر خور از توابع شهرستان لار استان فانوس بازداشت. وبسایت کلمه میگوید که محمود اکرمی که بیش از این تاریخ در پنج شهریور 90 100 روز بازداشت شده بود، دیروز توسط اداره اطلاعات استان لار بازداشت شد. او از فعالین اهل سنت است و در کار امور خیریه و کمک به مستمندان نیز فعالیت میکند. اهل سنت نباید در این کارا فعالیت بکنه. جالب.
یه گزارش دیگری داریم از ژنو دو که توجه شما رو به اون جلب میکنه. وزیران خارجه آمریکا و روسیه پس از ملاقات سه‌جانبه با اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، یک کنفرانس خبری مشترک در پاریس برگزار کردند. کری در این کنفرانس خبری گفت: مقدم ایران به نشست ژنو دو گرامی است، به شرط آنکه مفاد توافق ژنو یک را بپذیرد. او در ادامه گفت: من امروز ایران را برای پیوستن به جامعه ملل و ایفای نقشی سازنده در صلح دعوت می‌کنم. وزیر خارجه آمریکا همچنین خاطر نشان کرد جامعه جهانی در مبارزه با شبه نظامیان تندرو در سوریه تعهد دارد. سرگئی لاوروف اما بدون ذکر هیچ شرطی یادآوری کرد نیازی کاملا آشکار برای حضور ایران و عربستان در نشست یاد شده وجود دارد. لاوروف نیز از اقدامات گروه‌های جهادی و تقویت جریان‌های تروریستی در سوریه ابراز نگرانی کرد. اخضر ابراهیمی در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت: شخصا از مشارکت و نقش ایران در حل بحران سوریه حمایت می‌کند، اما واشنگتن هر گونه پیشنهاد برای دعوت از ایران را بلوکه و به پذیرش طرح ایجاد دولت انتقالی در سوریه مشروط کرده است. ملاقات سه‌جانبه پاریس با فراخوان آتش‌بس به طرفین نزاع در جنگ داخلی سوریه نیز همراه بود. کری و لاوروف از شورشیان و تندروهای اسد خواستند پیش از برگزاری کنفرانس ژنو دو دست کم در بخش‌هایی از سوریه سلاح‌ها را زمین بگذارند. جان کری گفت در مذاکرات پاریس به ویژه روی امکان برقراری آتش‌بس در شهر حلب صحبت شده و امید می‌رود که این اقدام پیش از شروع نشست ژنو انجام شود. وزیر خارجه آمریکا افزوده است موفقیت به شروع خوب بستگی دارد. لاوروف هم گفته است باید هر اقدام ممکن را تا قبل از برگزاری نشست ژنو دو انجام دهیم. او افزوده است پیام ما به طرفین نبرد در سوریه استقرار آتش‌بس در مناطق بحران زده است. لاوروف و کری تصریح کردند این امیدواری و فراخوان به معنای پیش‌شرط برگزاری ژنو دو نیست. بحث در مورد شرکت ایران در نشست ژنو دو و شروط آن در حال ادامه دارد که وزیر خارجه ایران از روز دوشنبه 23 دی ماه سفر منطقه‌ای خود را آغاز کرده است. گفتگو و تبادل نظر درباره بحران سوریه و راهکارهای آن از مهمترین موضوعهای این سفر اعلام شدند. محمد جواد ظریف عصر روز دوشنبه بیروت را به مقصد دمشق ترک کرد تا با بشار اسد ملاقات کند. او در ادامه سفر خود دیدارهایی با مقامات اردن و عراق نیز خواهد داشت. وزیر خارجه ایران تاکید کرده اگر کشورش بدون شرط به نشست ژنو دو دعوت شود در آن شرکت می‌کند. وزیر خارجه ایران گفته است ایران از هر طرحی که به دنبال حل بحران سیاسی در سوریه باشد استقبال می‌کند. وی همچنین گفته کسانی که مانع شرکت ایران در این اجلاس شوند از کار خود پشیمان می‌شوند. واشنگتن و مسکو امیدوارند نشست ژنو دو کوشش موفقی در کاهش خونریزی و بحران سیاسی سوریه باشد. طی نزدیک به 3 سالی که از شروع جنگ داخلی در سوریه می‌گذرد 130 هزار نفر در درگیری‌ها کشته شدند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی شد. شفیع‌پور که در دانشگاه بین المللی امام خمینی در رشته مهندسی کشاورزی درس می‌خواند، در تاریخ 5 مرداد ماه 1392 پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. او عضو کمیته زنان ستاد دانشجویی انتخاباتی حجت الاسلام مهدی کروبی در انتخابات سال 1188 بود. در سال 1189 به دلیل فعالیت‌هاش از سوی دادگاه انقلاب قزوین به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. سازمان عفو بین‌الملل با نام بردن از خانم شفیع‌پور به عنوان دانشجوی محروم از تحصیل اعلام کرد که این دانشجو 2 ماه را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذرانده و از دسترس به وکیل محروم بوده است. آقای مسیح مهاجری رو حتما میشناسید. روزخانی بود 5 تومان 10 تومان و بعد از انقلاب و بعد از آن که آقای خامنه ای رئیس جمهور شد، آقای موسوی نخست وزیر ناچار وقتی برای روزنامه جمهوری اسلامی نداشتن، ایشون به مدیریت روزنامه جمهوری اسلامی درآمد. حالا روزنامه ایشون از یکی از مداحان شناخته شده برای
در ایران انتقاد کرده که ایشون میخواسته برای مداحی در یکی از واحدهای دانشجویی شمال کشور بره، منتها شرایط تعیین کرده 5 میلیون تومان برای خودش به حسابش بریزن، همراهانشو پول هواپیماشون رو بدن و در حال پذیرایی کامل ازشون بکنن که از عهده اون ستاد دانشجویی بر نمی آمده. فردی دارای مدیریت بحران با داشتن بالاترین درجه علمی از خارج به کشورش باز میگرده، برای یافتن شغلی سالی به این در و آن در میزند و آخر مجبور میشود عنوان استادی رو بپذیره با هزینه و درآمدی بسیار کم. بنابراین در جمهوری اسلامی سواد لازم نیست، هوچیگری و مداحی انسان رو به میلیون ها میرساند. نگاه کنید آقای محمودی، آقای هلالی حتی هفتیر هم دارن. جای دیگر یکی از مشاوران آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که محافظ میرحسین موسوی بیکار است و به دلیل شغل سابقش کسی به او کار نمی‌دهد. غلامعلی رجایی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت که احمد یزدانفر با حکم مقام‌های امنیتی به عنوان محافظ میرحسین موسوی تعیین شد. وی پس از بازداشت خانگی آقای موسوی از سوی نهادهای مربوطه دعوت به همکاری نشده است. احمد یزدانفر 30 سال به عنوان مسئول تیم محافظان موسوی فعالیت کرده بود. در اردیبهشت سال 89 خود او هم بازداشت شد. آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد در گفتگویی مفصل با خبرگزاری جمهوری اسلامی از مدیریت یارانه نشریات انتقاد کرد. وی همچنین از احتمال لغو کامل برگزاری نمایشگاه مطبوعات سال 92 خبر داد و در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت که در سالهای گذشته و در دوران 8 ساله احمدی نژاد جمهوری اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعدادی را ممنوع القلم کرده و برخی را هم در لیست سیاه قرار داده است. جالبه در جمهوری اسلامی لزومی به برگزاری نمایشگاه مطبوعات نیست، باید نمایشگاه مداحان، نمایشگاه کتابهای حوزوی و نمایشگاه آنچرا که عنوان اسلامی دارد برگزار کرد. گزارشی در این زمینه داریم که توجه شما را به اون جلب می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مدیریت یارانه مطبوعات گفت پرداخت این یارانه ها در گذشته بی حساب و کتاب بود و افراد بر اساس روابط شخصی با مسئولان وزارت ارشاد و یا حمایت و عدم حمایت از دولت یارانه کم یا زیادی دریافت می کردن. جنتی افزوده است در دوره جدید با همکاری مدیران مسئول مطبوعات ضوابط جدیدی برای پرداخت این یارانه تدوین شد. وزیر ارشاد گفته که این ضوابط بر اساس ویژگی‌های هر رسانه از جمله شمارگان، مناطق تحت پوشش و انتشار بر اساس ماه، فصل و سال و میزان انتشار تنظیم شده است. پیشتر گفته شد که بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد 10 روزنامه اطلاعات، همشهری، کیهان، جام جم، خبر ورزشی، ایران، دنیای اقتصاد، جمهوری اسلامی، هفته صبح و مردم سالاری بیشترین یارانه را از وزارت ارشاد دریافت می‌کنند. در همین حال و پس از اعلام تعویق 3 ماهه در برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در ایران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از احتمال لغو کامل برگزاری نمایشگاه مطبوعات سال 92 خبر داد. این خبر در حالی مخابره می‌شود که آگهی فراخوان برای شرکت در 20مین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات هنوز در وبسایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و تاریخ برگزاری آن 28 بهمن تا 4 اسفند 92 ذکر شده است. در این فراخوان هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی متقابل رسانه‌های داخلی و خارجی شرکت کننده در آن، برقراری ارتباط بلند مدت میان رسانه از طریق تفاهم‌نامه‌های همکاری دو جانبه و هم‌اندیشی رسانه‌ها در خصوص مهمترین مسائل مبتلا به منطقه و جهان ذکر شده است. نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات آبان ماه هر سال در تهران برگزار می‌شود، اما پیشتر مدیرعامل مؤسسه مجری این نمایشگاه از تأخیر 3 ماهه در برگزاری 20مین دوره نمایشگاه مطبوعات خبر داده بود. تحلیلگران معتقدند دولت روحانی برای پرهیز از تنش‌های داخلی به جهت پیشبرد سیاست‌های هسته‌ای خود این نمایشگاه را لغو کرده باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد ایران در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت که در سالهای گذشته و در دوران 8 ساله احمدی نژاد جمهوری اسلامی هم ممنوع قلم داشته و هم لیست سیاه. علی جنتی افسود در سالهای اخیر تعدادی از نویسندگان در لیست سیاه قرار داشتند و حتی اگر کتاب آنها با موازین منطبق بود، نویسنده ممنوع قلم بوده و از چاپ کتاب او جلوگیری میشد. جنتی در ادامه توضیح خود گفت در مواردی هم دلایل سیاسی مطرح شده که ما در حال حاضر مشکلی تحت این عنوان نداریم. هر کتابی که به وزارت ارشاد وارد شود آن را می‌خوانیم. اگر با قانون منطبق باشد چاپ می‌گردد و اگر این گونه نبود باید اصلاح شود. بنابراین شرایط جدید فضا را برای برخی خلاقیت‌ها و آفرینش‌های فرهنگی باز می‌کند. علی جنتی فرزند آیت الله جنتی دبیر قدرتمند شورای نگهبان که فردی محافظه‌کار و نزدیک به آقای خامنه ای است می‌کوشد چهره فرهنگی و باز داشته باشد و چنین القا کند که دولت روحانی در صدد باز کردن فضای فرهنگی هنری کشور است. علی جنتی روز گذشته هم در گفتگوی با الجزیره گفت محدودیت‌های فیسبوک باید برداشته شود و با اشاره به اینکه به مدت 3 سال است که عضو فیسبوک است گفته بود ما با کمک سایر وزرا در تلاش هستیم تا شرایطی را مهیا سازیم که همه در ایران به فیسبوک که راهی برای ارتباط بین مردم، برقراری تماس و تبادل ایده هاست دسترسی داشته باشند. من فکر می‌کنم که همکنون بسیاری از ایرانی‌ها از فیسبوک استفاده می‌کنند. این محدودیت باید دیر یا زود برداشته شود. وی در بخش دیگری از اظهارات خود از قوه قضایی خواسته بود خود را با تحولات جاری کشور هماهنگ کند. خداوند آدم را گرگ بیابان بکند، اما وزیری در حکومت جمهوری اسلامی نکند که میخواهد ادای روشنفکر را در آورد. حداقل بگه فقط آقای دکتر مهاجرانی نبود که به فرهنگ علاقه داشت و آشنا بود، من هم هستم. سلف من آقای حسینی یا حسنی یا قبل از آن را فراموش کنید، من آدم دیگری هستم. در این حال فراموش کنید که من پسر احمد جنتی یکی از ستونهای استبداد ولایت فقیه هستم. من سفیر بودم در کویت، بنابراین اندیشه بازی دارم. به همین دلیل دلم میخواهد به شما آزادی دهم، اما چه کنم که آقا نمیخواهد و این آقا نمیخواهد بهانه است که دیر سالی است توسط مسئولان جمهوری اسلامی عنوان می شود. کمی شجاعت البته اگر آدم داشت و زیاد با آن میز وزارت نچسبیده بود می توانست گاهی در برابر آقا هم بایستد. بگذارید این خاطره را برایتان نقل کنم. آقای خامنه ای مسئولان وزارت ارشاد را خواسته بود. آقای مهاجرانی تمارز کرد و نرفت. معاونش رفت، آقای مسجد جامعی بود. در آنجا آقای خامنه ای از قصه ها ایراد گرفت. قصه های بدی منتشر می شود و به شوکران اصلاحات اشاره کرد. روز بعد مهاجرانی در روزنامه اطلاعات در یک ستون کوچک نوشت شوکران اصلاحات قصه نبود. کتاب حقیقتی بود از دادگاهی که برای آقای عبدالله نوری برگزار شده بود و راهی به رمان نداشت. به هر حال میتوان گاهی اوقات با گذشت از مقام وزارت حرف ها را هم زد. حرف را باید گفت، راه را باید رفت. همه شما را به پروردگار بزرگ میسپارم و توجهتون را به برنامه بررسی مطبوعات جلب میکنم.